سلام، امیدوارم کارتون عالی باشه. من پریسا هستم، فامیلم شیرازیه، اصالتم شیرازی هستش. ترک قشقایی هستیم. قشقایی ها مثل آذربایجانی ها، مثل ترک های آذربایجانی شهر خاص ندارن، بیشترشون حوالی شیراز زندگی میکنن، اما بقیه جای کشورم حضور دارن. من چهارمحال بختیاری زندگی میکنم، بروجن به دنیا اومدم. خیلی ها میگن چهارمحال بختیاری ها مگه بختیاری نیستن؟ مگه میشه چهارمحال بختیاری ها ترک داشته باشن؟ ولی جالبه که بدونین چهارمحال بختیاری خیلی ترک داره، یعنی مثلا بروجن ترک داره. ارزم به حضور شما که اطراف شهر کرد شهرهایی داریم که ترک هستن. سامانیا ترک دارن، یه شهرستان سامان هست اگر که شنیده باشین، خیلی ترک هست. شهرهای دیگه مثل همدان باز دوباره ترک قشقایی داره، ولی میگم بیشترشون اطراف شیراز هستن و منم اصالتا شیرازی هستم. خیلی خوشحالم که اینجا، ممنونم از دعوتتون، امیدوارم که گفتگوی عالی با هم دیگه داشته باشیم. سلام، من شیر هستم، فامیلم مهدوی میلانی، ولی خب بیشتر میلانیش استفاده میکنم. من 33 سالم، اهل مشهدم، ولی خب چون پدر مادرم آذری هستن، آذری زبان، زبان مادرم آذری میشه. چون خراسان یا ترک خود خراسانن یا ترکایی که بعدا اومدن تو خراسان، همین ترکان آذربایجان. قشقایی من ندیدم تا حالا توی خراسان، من برنخوردم. ولی مثلا ترکیه، مثلا پدر من که اهل شهر درگز بودن، هم به ترکی آذری صحبت میکنه، هم به ترکی خراسانی، و ترکمن هم داره دیگه اونجا، مثلا چون مرز با لطف‌آباد ترکمنستان، این انواع اقسام ترک هستم و فارسی و کردی هم تکلم شه تو اون شهر. سلام بچه ها، من عرفان هستم، عرفان ایزدی، و 20 سالمه و اصالتا ترکمن هستم. ترکمن های از استان گلستان، و خب ترکمن ها خب میدونید از استان گلستان شروع میشه تا خود خراسان، حتی خود خراسان رضوی هم ادامه پیدا میکنه. بعد این حالا یک به این به واسطه این که با کشوری مثل ترکمنستان هم مرز هستن، طبیعتا در اون در استان مثل خراسان شمالی و خراسان رضوی هم دیده میشه. در استان گلستان یه منطقه هست بهش میگن، منطقه بزرگیه، به طور کلی اسمش میگن ترکمن صحرا، که از بندر ترکمن شروع میشه تا میره شرق استان و به سمت شرق. بعد حالا من یه نکته اضافه کنم، من خیلی خوشحالم که داخل ویدیو حضور دارم. من بهادر رو من از سال 2018 از طریق یوتیوب پیگیری میکردم و کلی با ویدیو یاد میگرفتم و خیلی بر من جالب بود. چالش های زبانی کلن از علایق من هستش، زبان مختلف، چالش های زبانی مختلف، اشتراکات مختلف، اینکه زبان چقدر به همدیگه نزدیکن، و کلن خیلی بر من جالبه و خیلی خوشحالم که توی ویدیو حضور دارم. خواهش میکنم، سپاس از شما و سپاس از همگی. من یه نکته ای رو فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم میخوام اینجا مطرح کنم، به خاطر اینکه خیلی ها هستن به من گیر میدن که چرا تو ویدیو درست میکنی با زبانهای ترکی، و خیلی وقتا به هم میگن که نه اونا مثلا با ما دشمنی دارن، تو نباید این کار رو بکنی. ببینید، این حرف به نظر من خیلی اشتباهه. یکی این که اولا من دشمنی که با کسی ندارم، ما هم دشمنی نباید با کسی اصلا کلا داشته باشیم. دوما اگه شما قصدتون اینه که کسایی که زبان مادریشون فارسی هست یا مردمی که ایرانی تبار هستن تو کشورهای ترک زبان، حالا چه باشه ازبکستان، آذربایجان یا ترکیه، ما هم همزمان باید احترام بذاریم به زبانهای مادری که داخل ایران صحبت میشن که فارسی نیستن. این خیلی به نظر من مهمه، این احترام باید دو طرفه باشه، ما هیچ وقت هم نباید دشمنی داشته باشیم با کسی. این به نظر من خیلی حرف اشتباهیه و من امیدوارم و تا الان هم نتایجش رو دیدم که به خاطر ویدیوهایی که درست میکنم خیلی از کسایی که از کشورهای ترک زبان هستن بیشتر احترام میذارن به زبان فارسی و مردم ایران و اقوام ایرانی تبار در کشورهای خودشون. اینو لطفا در نظر بگیرین و خواهش میکنم این جنگای اینترنتی رو لطفا بذارین کنار. خب پس خیلی عالی، خیلی ممنونم از همگی. من فقط میخوام برای بینندگان بگم که کاری که ما میکنیم چیه. همه دوستان با زبان مادری خودشون یک متن کوتاه میخونن و حالا وقتی که خوندن و بقیه میگن که مثلا تا چه حدی متوجه شدن، بعد بگن مثلا کجاهاشو نفهمیدن که ببینیم چطوریه. برای خودم فکر کنم قشقایی خیلی جالب باشه، چون که من فقط
توی دو تا آهنگ فکر کنم قشقای شنیدم، برای همین خیلی خیلی برام جالبه که ببینم چطوریه. خب پس پریسا جان، هر وقت آماده هستی میتونیم با شما شروع بکنیم. بگن سهر ایده هشنه یوخیده من ده مجبور اولدم گیدم یازیه سپونه یم بیراز ده یمال آلوم گلمیه. این جمله من میخواد مجددم تکرارش بکنم ببینم چی یکم متوجه. داشتم بگی. خیلی خوب، از اول بگن سهر ایده هشنه یوخیده. ایده 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 در خونه بله، هیچ نیوخیده، نش نیوخوری چیزی نبود. هیچ چیز نبود، من مجبور اولدم من مجبور ایدن شدم. یازیه یه بار دیگه ایدن میگی؟ ایدن گدم یازیه ایدن ایدن از خونه ایدن ایدن گدم بازیه یازیه یازی یازیه یازی نه یازیه ایدن گیدم یادیه از خونه برم بیرون یاز بیرون بازار تابستون شاخی یاز. ادامه شو بگی شاید تشخیصه. مجبور اولدم گیدم یازیه بیراز یمالی آلوم گلم. یازی یه جایی رفتید که یکم یه چیزی گرفتید خوردنی. من مجبور اولدم گیدم یازیه، یعنی از خونه گیدم برم یازیه. تو خونم صبحونه نده، من مجبور شدم که برم از خونه برم آدم میره بیرون. بازار بیرون دیگه بیرون بیرون، آره بیرون. بیرون گفتم یازی تو یعنی بیرون، یا یازو یعنی بیرون. خب یازیه به بیرون. بیراز یکم بیراز بیراز یمله آلوم یه مله خوراکی. آفرین. بیراز آلوم گلم. آلم بیام بیام برگردم نه آلوم برگردم یه آلم بگیرم و برگردم. آره و گلم و برگردم. اینه درست همین. پس شد چی؟ بگین عیده هیچ نیوخیده، امروز تو خونه هیچی نبود، من مجبور اولدم عیدن گدم یازدیه، من مجبور شدم از خونه برم بیرون. بیراز یه ملالم، یکم خوردنی بگیرم و گلم و بیام. چه جالب. من تقریبا حالا 90 فقط دو تا کلمه یازیه و یمده رو متوجه شدم و همه چیزهای قبلش متوجه شدم. خیلی خوب. من فقط یازدی رو نفهمیدم و ای اولش تا تجربه کردم که ایده چیه و فهمیدم اف یا همون اف خونه بوده. خونه آره. آره. ای اف اف میگین فکر کنم شما اینجوری بوده. خیلی خوب بریم. دینن یولاشم نن داغا گرتیک. دینن دینا دینن یولاشم نن داغا گرتیک. امروز با دوستم به جنگل رفتن. دینا رو نمیدونم امروز میشه دیروز دیروز. دینن یولاشم نن داغا گرتیک. اینن شبیه دونن آذریه که میشه دیروز. آره درست درسته، گفت آره دیروز. آره اوکی درسته. دینن میشه همون دون یا دونن که میگی. یولاشم نن دین دین یولدشونم یولاشم نن رفیقم با رفیقم با رفیقم دوستم داغه گیتیک. جنگل داغ رفتن داغ کوه به کوه رفتیم کوه کوه آره. وای جنگل یا کوه. آره کوه داغ کوه. داغه گیتیک. پس شد چی؟ دینن یولاشونن داغه گیتیک. رفتیم کوه دیروز با دوستم کوه رفتم. داغ گیتیکی چوخ سیره. داغ گیتیک چوخ سیره. خیلی میخوام خیلی دوست دارم، خیلی میخوام. خیلی دوست دارم. یورولی رین ولی خوش گچیر. یورولی رین ولی چو خوش گچیر. چی شد؟ یورولی رین یورولی رین یورولی رین خسته میشی ولی خوش میگذره آره درست. یعنی میشی یا رولیوسون ها
آره یورولی رسوم میشه یورولی رین، اینجوری میگیم یورولی رین، اما خشکه چیر. خب خیلی عالی، خیلی ممنونم، دست در نکنه فرز جان، خیلی جالب بود. حالا ببینیم که بقیه وقتی متنشون رو میخونن میخواین، نمیدونم، میخواد ارفان بخونه ترکمن چیزش رو باشه. آره Şu gün erti bilen geçirerek uyandım ve saati gördüm 8 bulup'tır. Havluk yardım. Amada bulup ta danışka gideyim. Kapıdan çıkıp bariyan kam. Annem dedi neyme deyip taşarık aç bariyasın. Gel bir zaçık karnına okula. Sağ ol deyip hoşlaştım. Danışka vardım. Kendi düşündüm ki bugün klasımız yokmuştu. آخرش فهمیدم، رسیدم دانشگاه فهمیدم کلاس نداشتیم. نداشتیم. حالا اگه یکی یکی بگه شاید بتونیم معنی کنیم. من یه سری چیزهایی رو فهمیدم و یه سری چیزهاش اصلا نفهمیدم. جمله اول میگم. شون ارتی بلن شون ارتی بلن ایچرک اویاندم. ایچرک اویاندوم که میشه بیدار شدم، ایچرک یعنی تیز بیدار شد، زود بیدار شدم. شون ارتی بلن ایچرک اویاندم. التیر ایچسک بین 6 و 7 بود. ها 6 و نیم بلند شدم. نه ساعت من نگفتم. شون شون امروز. شون یعنی امروز. آره ارتی بلن. با تأخیر؟ ما اینو یعنی این دیر؟ اصطلاح رو برای چی استفاده میکنیم؟ برای صبح استفاده میکنیم. ارتی بلن. ارتی بلن گیچرک اویاندم. گیچرک. ایچرک؟ گیچرک. گه. گیچرک. هیچ گچه دیره، دیر بلند شده. آره. آها گیچرک یعنی کمی، رک اندک یعنی گیچرک. آره امروز صبح کمی دیر بلند شد بیدار شدم. ادامه و ساعتی گردم 8 بولپتر. کاهوالتی گردم یعنی صبحونه خوردم. ساعت ساعت ساعتی ساعت ها ساعتی در گردم، ساعت رو آره دیدم. خب آره ساعتی گردم 8 بولپتر شده هشت. هشت. هاولوق یاردم. وقتی آه. یکم دیر بلند میشی 8 صبح کلاسته، 8 صبح بلند میشی چی میکنی؟ یکم بول شدی؟ نه دیگه یکم نیخ آره عجله کرد. آره عجله آجل. داشتم هاولوق یاردم. آره بعد آماده بولوب تا دانشگاه گیدین. خب آماده شدم تا دانشگاه برم. آماده بولوب بولوب تا دانشگاه. Kapıdan çıkıp bariyan kam. kapıdan çıkıp Kapıdan. kim şey hariç şöyle. Kapıdan are. Kapıdan çıkıp bariyan kam. Bariyan Varyan kam. kam. Varyan kam. Barmak. Barmak. Bariyan kam. Ne. Peli peli. Ha residen. Tam oraya residen. Are. Miki ki داشتم از در میرفتم بیرون در تا موقعی که برسم اینجوری معنی میشه نهنم ایتده نهم دیب دشاری اچ باریاتن نهنم ایتده بلند شد مادر. آره مادر درست گفتین، ما به جای مادر میگیم ننه ننه نهنم ایتده ایتده زنگ ایتما. زد؟ نه زنگ صدا زد. کیم؟ نه گفته صدا زد. آره تقریبا صدا زد. گفته آره گفته نعم دیپ تشریخ آچ باریاتون. داشتری آچ یعنی بیرونو باز کن؟ آچ آچ نه درست؟ نه نعم دیپ میدونید نعم دیپ نمدیب یعنی چی آره گفته؟ چرا نه یعنی چرا. حالا نمدیب این دیپه یه توضیح بدم، این دیپه داخل جمله دیپ اضافه میشه، خود تنها معنی نمیده. این چی میگم ادامه گل برزاتو قرنه اوکلا. گل یه بار دیگه برزاتو گل برزاتو
مامانه داشت میگفت دیگه، مامانه ادامه حرف مامانش، گل برزاتو قرنه افزا، بیا یه قاشق به شکمت یه چیزی بده. گل قارنی یعنی برزاتو شکم. قرنه، آره درست، شکم، یه چیزی بنداز داخل شکم، چیز ذات، چیز، چیزی، یه آره چیزکی یه چیزکی، یه ذات، چیزی آها مردانه، آره برو چیزکی ذات رو قرنه اخلا. ادامهش بگم، ساغ بول دیپ خوشلاشتم، خیلی ممنون گفتم ساغل دیب، یعنی گفتم خیلی ممنون و چی؟ خوشلاشتم، یعنی دویدم نه 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 در رفتم خوشلاشتم خوشمات یعنی دویدم از همون خوش چکار شاید میاد. شاید برعکس فارسی باشه، ما به هم دیگه سلام و احوال پرسی میکنیم، ولی ما مثلا برای خدافزی میگیم خوش خوش. آها آره باشه آره همون نه خوش نه چکار خوش خوش داشتم بمونه. یعنی خدافزی کردم، خوش داشتم، دانشگاه باردم، به دانشگاه رسیدم. نه واردم. دانشگاه باردم، چی واردم؟ دانشگاه باردم، باردم واردم. رسیدم، نه یه فعل دیگه است همونها، ولی یه چیزی است، راه افتادم واسه دانشگاه؟ رفتم دانشگاه، رفتم تعده düşündüm ki bugün klasımız yokmuştu. تعده düşündüm. düşündüm ki yani fake kardım. نه فهمیدم جمشه. آره فهمیدم، تعده düşündüm ki bugün klasımız yokmuştu. که بگم یعنی امروز کلاسمون نبوده. امروز کلاس نداشتیم. آره یکم حالا متنم تموم شد، حالا من یه بار دیگه به فارسیش بگم یکم، حالا اگر موافق باشی. امروز صبح کمی دیر پا شدم، دیدم ساعت 8 شده و عجله‌ای داشتم، آماده میشم که برم دانشگاه، داشتم از در میرفتم بیرون، مادر گفت چرا گرسنه میری بیرون، بیا یه چیز بنداز به شکمه، ازش ممنون شدم و خدافظی کردم، و وقتی رسیدم دانشگاه فهمیدم که امروز کلاس نداشتیم. حالا یه دور دیگه ترکمنیشو بخونم. Şugun erti bilen geçirerek uyandım ve saati gördüm 8 bulup'tır. Havluk yardım. Amada olup ta danışka gideyin. Kapıdan çıkıp baryan kam neyne maitti neyme deyip daş, daş, neyme deyip daşarik ağaç baryansın. Gel burada çık karnını okla. Sağ ol deyip hoşlaştım. Hoşlaştım. Danışka vardım. Teyze düşündüm ki bugün klasımız yokmuştu. خیلی خوب بود. این عالی بود. یه حس عجیبی به آدم دست میدن. آره واقعا حالا من حالا این فیدبک رو بین دوستان میگیرم، حالا دانشجو هم هستم خودم، خب مثلا من حرف میزنم هیچی متوجه نمیشن، یا مثلا تک کلمات کمی متوجه میشن، یا چرا غلیظ کلماتش، یا مثلا ما کلمه چینیه. سه بله نه من گفت چینی حرف میزدی. من آره اینقدر آره برمت. میکنم فیدبک گرفتم یه دو چینی حرف میزنین، خیلی جالب برم. میشه آره شبیه مثلا ما، کوریه. آره اتفاق کره ای چینی گفتم، آره مثلا ما، مثلا ما آره شیر شاید بخور. مال من حالا به نظر براتون آسون باشه. من با گویش مادرم از شهر اسکوی آذربایجان شرقی نزدیک تبریزه، من اول از معرفی خودم شروع کردم که خیلی ساده. خب میگم منم آدم منوچهر ده، منم آدم اسم منوچهر ده، درست، منم 33 یاشم var. درست، من یه سالتون سلام مثل این ترک استانبول دیه. من ترکی استانبول ارگدرم. ارگدیرم یعنی یاد، من ترکی استانبولی یاد یاد میدم، میدید، یاد یاد میدید، میدم، öğretiyorum. آره دانشگاهده آیتی اخومشم. تو دانشگاه آیتی خوندم. اخومشم خوندم. من مشهد دنیایا گلمیشم من مشهد به دنیا و خراسانın متفاوت شهرلرنده زندگانلık elenmişim. و در شهرهای مختلف خراسان زندگی کردم. کاملا درست. بیزیم اسکو منطقه‌سنده، برای ما در منطقه اسکو، آها باغımız var ما تو منطقه ve gel اسکو باغ داریم بله ve gelget elaruh رفت و و آمد.
گلگه دلرخ. آه رفت رفت گلگه آمد داریم، رفت آمد داریم، دلرخ. رفت آمد میکنیم. من özüm neçe ilde Özkü'ye gitmemişim. من خودم چند سال اسکو نرفتم. Neçe yani çen, bəli. Ahirin defa بار آخر 7 il bundan qabaq idi. 7 سال قبل این بود. موندان قاپاق ده میگی؟ Bundan qabaq. جالب. یعنی 7 سال قبل از این بود. O vaxt büyük nənəm var idi. Büyük Babam nənəm. Bozogen bu. Hadi. Bozogen bu. Tarih. Onun öndə qalmışdım neçə gün. Kendisi Kone'ye için bundan. Veli indi merhum olup. ولی الان فوت شد. Orada benim dayım zindegi eliyir. اونجا در دایم من زندگی زندگی. و خالام دا تبریز دا زندگی انلخ الیر. و خالام لمم ده تبریز. یایده قسمت اولسا یایده یعنی قسمت اولسا که یعنی قسمت بشه. حالا یایده میشه یعنی در تابستون منظورتون اونه؟ آره یای میشه یاز یا تابستون یای میگه. آها یای جالب. یاز Yayda qismət olsa gedəcəm Özküyə familimi görməyə. Yani kısmet beşe miram osku, karar veram osku ve familamı bebinem. Yani. Xoş olayım da mürdə Özku demişdim. Özkünün ərikləri Özkünün ərikləri Erik, hamın aluça. Erik, Erik, are. Aa, Aluçe. Zərdolu mu gən ərik? Zərdolu, Zərdolu an mı gən? Özgür'ün erikleri innen girdikanları yakçıdı. Yakçıdı ki yani hube. Zerdalı ayı ozgu. Onun vesatı şu nefemden. Ve çiyaş? Erikleri innen girdikanları. Girdekan gerdum şey. Evet. Girdekan hamcı hadsi gördüm. Girdekan bir şey gerdi. Girdi. Girdekanları yakçıdı. Onlardan yiyeceğim. از اونا قرار بخورم خواهم خورد. یجام بتر گزجام گزجام که یعنی میگردم. بتر بعدتر گزجام یعنی بعدش میگردم. بتر بتر؟ بتر بتر گزجام یعنی çok yaxşı. Çok yaxşı. بتر یعنی زیاد یعنی خیلی اینطوری بدجور آره اینجا درست از بدتر یعنی خیلی بدجور میگم خیلی خوب میخوام قشنگ بگردم بدتر گذاشتم ما میگیم بهتر بهتر آره. بهتر ما آره کلا نه ما نمیگیم کنم ما میگیم یکتر یکتر یعنی بهتر حالا اگه نزدیک اون باشه یکتر مثلا میگیم بهتر آره مرسی از شما به خاطر اینکه این فرصت رو فراهم کردیم خیلی خوشحال شدم از آشناییتون خیلی چیزای جدید یاد گرفتم زبان ترکمنی برام خیلی جذاب و جالب بود در نهایت اینکه ریشه های فعلیمون یکسان هست خیلی کلمه های آشنا داخلش پیدا میشه خیلی برام جذاب بود امیدوارم تونسته باشم یه کمی اگر شده ترکیه قشقایی رو بیانش بکنم بازگو بکنم قابل ذکره که بگم بازم ترکیه قشقایی توی نقاط مختلف کشور ایران لهجه های مختلف میتونه داشته باشه ولی ریشه افعال یکی هست زمانی که در کنار هم دیگه هستیم هممون ترک هستیم و در نهایت همه ما ایرانی هستیم خیلی خوشحال شدم از آشناییتون و فرصتی که در اختیارمون قرار دادیم ممنونم ازتون برای من خیلی خوب بود و جالب بود که اولین بار بود که زبون ترک قشقایی رو داشتم میشتینم واقعا تا این قسمت نشده بود برای من نصیب نشده بود که زبون زیبا و شیرین و خواستم اینو بگم چقدر زبون حالا چقدر زبون قشنگی داری حالا و واقعا شیرین هستش و حتی برای من زیاد چالش نداشت و راحت فهمیدم و خیلی جالب بود برای من در کل خیلی خوشحالم که توی ویدیو حضور داشتم این سعادت نصیب من شد و بسیار ممنونم از بهادر که این شرایط رو فراهم کرد و خیلی ممنونم همچنین از شما و همچنین از شما خیلی ممنونم منم به نوکام تشکر میکنم از شما بهادر جان که این فرصت برای ما مهیا کردین که بتونیم
یک کوچولو هم که شده یک مقایسه بکنیم یه سری از حالا ترکیه های ایران رو بشناسیم، مثلا ترکیه قشقایی و حالا ترکمنی. و همونطور که عرفان جان گفتن، حالا اکثرا ترکی آذری بلدن، حالا این که خب زیاد تفاوت ایجاد نمیکنه، ولی ترکی قشقایی رو واقعا من اولین دفعه بود میشنیدم، خیلی برام جالب بود و اولین بارم که به ذهنم رسید که کسی رو میشناسم یا نه، اول خانم پریسا به ذهنم رسید، چون فکر کنم یه جا دیده بودم که ایشون قشقایی بودن. و ترکمنی همچنین، من ترکمنی حالا درستی خراسان شمالی هم رفتم بودم، ولی با ترکمنی چون در ارتباط نبودم ایده ای نداشتم در رابطه با اینکه چه جوری صحبت میکنم، و برام خیلی متفاوت بود و اصلا خیلی سخت میفهمیدم و خیلی فکر میکردم و خیلی خوشحال شدم که تونستم بالاخره حضور داشته باشم و با شما تعامل کنم. دوست داشتم اگه فرصت بود مثلا دوستان میتونستن از ترکیه دیگه مثل خراسان یا زنجان همدان اینا میبودن، ولی خب دیگه همه با هم نمیشه. امیدوارم که در ویدیوی بعدی بتونیم بیشتر یاد بگیریم گویش های مختلف ترکی رو در ایران. حتما حتما، همچون که خودت هم گفتی میتونیم بعدا بازم ویدیوهای دیگه درست کنیم با گویش های متفاوت، لهجه های متفاوت، خیلی کارهای دیگه هم میشه کرد. ولی به هر حال میگم من که خیلی از همتون متشکرم، خیلی ممنونم. میدونم شما چون که تو ایران هستین، منم خب خیلی از نظر ساعت همون خیلی با هم متفاوته، ولی هم که تونستیم این کارو بکنیم و هماهنگ بکنیم خیلی خیلی عالی شد. بازم ازتون ممنونم و همونطورم هم که اول ویدیو گفتم، من هدفم با این ویدیو کاری که میخوام بکنم، اثری که میخوام داشته باشه خیلی میخوام مثبت باشه و خودم اینو تو این چندین سال دیدم. برای همین بازم ازتون درخواست میکنم لطفا این جر و بحثا رو بذاریم کنار. ما داریم با زبان و فرهنگ مردم رو از جاهای متفاوت با همدیگه نزدیکتر میکنیم و در از همدیگه داریم یاد میگیریم. خیلی همه چی عالی بود، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. اینا در تماس هستیم. ممنونم از شما، شب شما بخیر باشه، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.